صابر سهاک از ولایت کابل هست 18 ساله وزن بدنش را درست است 60 کیلوگرم حریف شما هست نور رحمان امیری نور رحمان امیری از ولایت پکتیکا هست و هم 18 سال سن داره وزن بدنش هم درست است 60 کیلوگرم از آن بیننده باز هم خوش آمدین جوره پنجم رقابت های امروزی است که در وزن 60 کیلوگرم برگذاشته ورزشکار که در گوشه سرخ تماشا میکن نماینده ولایت پکتیکا هست 18 ساله هست 60 کیلوگرم وزن بدنش هست و ورزشکار خوب مبارزات آزاد در سازمان TGFC هست و اون هست نور رحمان امیری و حریفش هم در گوشه آبی تماشا میکنه نماینده ولایت کابل هست 18 ساله و 60 کیلو وزن بدنش هست و سابقه خیلی خوب در مبارزات آزاد در سازمان TGFC در کارنامه ورزشیش داره و اون هست صابر سهاک قوانین براتون گفته شده جایی که فاول از فاول نمیزنین چانس خوب برای ریتر میخواین وقتی که استاپ میمستن داره وسط مسابقه هم استاد اکلیل عادل هست و راندن خود مسابقه هم آغاز میشه نور رحمان با دستکش سرخ هست و صابر سهاک با دستکش آبی از ولایت کابل ضربه موش استفاده میشه سوی نور رحمان واسه هم تلاش صابر رمیم روی حریف قرار گرفته سب میشن را تلاش بکنه بسته بکنه حالا
نور رحمان. نور رحمان روی حریف از ضربات مشت استفاده میشه. سوی نور رحمان امیری از ولایت پکتیکا. دومین بازیش هست که در رینگ شبکه ورزشی سه رقابت میکنه و حریفش هم صابر سهاک تلاش داره تا اینکه در برابر نور رحمان امیری از ولایت پکتیکا رقابت خوبی داشته باشد. باسم نور رحمان امیری فعلا روی حریف قرار داده، در فولگارد خوب هست، پاهایش را قفل میکنن دور کمر حریف، ضربت مشت استفاده میشه سوی نور رحمان تا اینکه فرصت پیدا بکنه و بتونه سابمیشن رنه که چوک را بسته بکنه. سابمیشن خوب را بسته کده. باسم اینجا نور رحمان را میبینید از ولایت پکتیکا موفق نمیشه، اما دست بردار نیست و ناامید هم نیست و میبینید که روی او حرکتش باسم تاکید داره. ضربات مشت استفاده میشه سوی نور رحمان امیری از ولایت پکتیکا در برابر حریفش. ضربات مشت از سوی نور رحمان روی بدن حریف، حالا تلاش داره تا موفق شد و حرکت ریر نیک چوک سابمیشن را بسته بکنم که حریفش هم فرصتی را برایش نمیده و صابر سهاک را میبینی که تلاش میکنه تا ضرباتش را بلاک بکنه. ضربات مشت استفاده میشه از سوی نور رحمان امیری. بازم تلاش نور رحمان امیری، در واقع میکسکار خوبی بوده نور رحمان امیری. ضربات مشت همچنان در کشتی و گروپلنگ جیجیتسو مهارت خوبی داشته و حالا هم میبینی که از حرکت گروپلنگ جیجیتسو قفل کردن حریف همچنان سابمیشن بسته کردن برای حریف استفاده میکنه. سابمیشن خوبی را بسته کرده. حالا تلاش نور رحمان امیری رو میبینی، سابمیشن را بسته کرده، فشار وارد میکنه، استقامت نشان میده. اینجا باسم صابر سهاک هست که در برابر سابمیشنی که بسته شده از طرف حریفش نور رحمان امیری استقامت نشان میده. او واسم تلاش میکنه اینجا نور رحمان امیری از ولایت پکتیکا که موفق شده توسط سابمیشن رو قفل کرده بتونه در برابر حریفش به پیروزی برسد. فشار وارد میکنه واسم نور رحمان امیری. تلاش نور رحمان امیری رو میبینی که خیلی خوب تونسته سابمیشن خوب رو بسته کرده، واسم موفق نمیشه اینجا نور رحمان. و صابر سهاک رو دیدین که واسم استقامت نشان داد، در واقع آمادگی جسمانی خوبی داشته این ورزشکار در برابر نور رحمان امیری از ولایت پکتیکا. و حالا هم ضربات مشت استفاده میشه از سوی نور رحمان امیری. فرصت هست برای صابر سهاک، ضربات مشت استفاده میشه. باز هم تلاش سهاک را میبینی. مسابقه قرار است در سه راند 5 دقیقه‌ای برگزار شود و صابر سهاک از ولایت کابل در برابر نور رحمان امیری از ولایت پکتیکا رقابت دارد و دوباره از جایی که بازی توقف داده شده بود از توسط دایره وسط هر دو بازیکن در مرکز رینگ فراخوانده میشه و بازی هم آغاز میشه. مشت خطرناک استفاده شده سوی صابر سهاک روی سرعت داره. ضربات خوب و سنگین و قدرتی از سوی صابر سهاک در برابر نور رحمان از ولایت پکتیکا استفاده میشه. نیکیک روی بدن حریف، موقع خوب اختیار کرده صابر سهاک. باسم گراد از روی صورت حریف استفاده میشه از طرف صابر. ترکیب خوبی داشته تا اینجای کار صابر سهاک از ولایت کابل در برابر نور رحمان امیری از ولایت پکتیکا. باسم از حرکت کشتی یا پهلوانی تلاش میکنه در برابر حرفش استفاده بکنه. تلاش نور رحمان را میبینید. ثانیه های پایانی راند نخست مسابقه است و پایان راند نخست مسابقه. همچنان در کنار ما عبدالعظیم بدخشی ورزشکار خوب مبارزات آزاد کشور هست که مسابقه هم تحت عنوان جام عبدالعظیم بدخشی برگزار شده است و از ایشان نکات فنی و همچنان عملکرد دو بازیکن را در برنامه با خود می داشته باشیم. بدخشی عزیز میشه اگر
نکات فنی و همچنان چیزهای مهمی که برای یک MMA کار مهم بوده و باید در جریان رنگ استفاده شده یادآور شد و همچنان راوند نخستی دو ورزشکار را چیگونه شما ارزیابی کردید؟ فایت بسیار خوب بود. خب تا جایی که من در جریان هستم محمد نورو یکی از فایترها بسیار خوب است، فایت خارجی هم کرده، در یک مسابقهش خودم در جریان هستم در پاکستان بود با عارفش که در راوند دوم عارف خان ناک اوت کرد. بسیار یک فایت خوب، فکر کنم جوره چهارم است، جوره چهارم در راوند دو میره دیگه. سه فایتمون جوره پنجم است، جوره پنجم است که در راوند دو میره دیگه. چهار جوره مون در راوند اول با سمبشن با مسابقه را باختن. اما ببینید یک فایت بسیار خوب باشه، یک فایت بسیار دیدنی که تمام بیننده و حاضرین در تالار از این فایت لذت ببرن. رشد ام ام ای در افغانستان خود چگونه ارزیابی میکنید و دلیلی که امروزه زیادتر جوانان به ام ام ای رو آورده چی بوده؟ خب ام ام ای در افغانستان بسیار دار رشد کرده به خاطر از اینکه همین هر ورزشکار که از تجربه خوب برگزار با چی باشد داشته باشه میتونه در وقت بسیار کم رشد بکنه. ام ام ای بسیار خوب، دیگر رشد ها هست در مسابقه، دیگر رشد کردن جوانان بسیار وقت در بر میگیره. تشکر میکنم از بدخشی. بدخشی تا پایان مسابقات با ما هست و در لابلای برنامه حرفایشون را با خود میداشته باشیم. و حالا هم راوند دوم مسابقه آغاز شده و صابر سهاک از ولایت کابل در برابر نور رحمان امیری از ولایت پکتیکا قرار گرفته است. صابر سهاک قد بلندی داره، ضربه بکیک استفاده میشه در راند نخست مسابقه، استقامت خیلی خوب از خود نشان داد و در واقع سبمیشن های خطرناک را نور رحمان امیری بسته کرد اما موفق نشد، چون باز هم صابر سهاک بود که در باره بود سبمیشن ها استقامت نشان بده و بازی را در راند دوم مسابقه را کشاند. حالا هم تلاش هر دو بازیکن را میبینین، باز هم در روی پا هست و صابر سهاک تلاش داره تا ضربت مشت را استفاده بکنه. رقص پای انجام میشه و حرف را در گوشه رینگ نسبتا قرار داده و واسه هم منصرف میشه از هدفی که داشت. واسه هم رقص پای انجام میشه از سوی نور رحمان امیری، ضربه لو کیک اشاره میشه از سوی نور رحمان امیری، ضربه های کیک آکین. واسه هم تلاش امیری را میبینید از حرکت کشتی استفاده می کمرگیری خیلی خوب از سوی نور رحمان امیری. باز هم تلاش خواهد کرد تا سبمیشن یا نکه چوک را از این ها بسته بکنه، چون معمولا سبمیشنی که بسته میشه در مبارزات آزاد کمترین ورزشکاری است که میتونه در سبمیشنی که بسته میشه مخصوصا سبمیشن ریر نکه چوک و سایر سبمیشن هایی که از پشت رها بکنه یا نشاط بده. معمولا قهرمان های نامدار جان در امیمی زمانی که سبمیشن بسته میشه مجبور میشه تا که تپاوت بکنه. حالا هم تلاش نور رحمان امیری موقع خوبی رو اختیار کرده، باز هم تلاش خواهد کرد تا سب میشن بسته بکنه ما موفق تر از او صابر سهاک. تلاش میکنه تا که باز هم بلند شوه، توقف داده میشه از طرف استاد عادل، ضربات مشت استفاده میشه باز هم از طرف صابر سهاک. باز هم در تلاش بستن سب میشن هست نور رحمان امیری از ولایت پکتیکا. دست حریف رو گرفته سب میشن رو تلاش میکنه بسته بکنه اما باز هم سب میشن خوب رو اینجا بسته کرده. سب میشن دست بود که بسته شد از سوی نور رحمان امیری. دوباره اینجا صابر سهاک روی پا میسته همانند در رمده نخست مسابقه در دقایق بعدی ایراند. باز هم تلاش صابر سهاک رو میبینید که در صدی هست و بتونه عمل کرد خوب را در برابر حریفش نور رحمان امیری از ولایت پکتیکا داشته باشد. واسه هم ضربات مشت استفاده میشه از طرف صابر سهاک. تلاش سهاک را میبینید. راوند دوم مسابقه است، 1:32 تا پایان مسابقه زمان هست و واسه هم نور رحمان در تلاش است و بتونه از این موقعیت که فعلا صابر سهاک تلاش میکنه استفاده بکنه عملکرد خوبی داشته باشه. باشه هم نور رحمان امیر روی حریف است، ضربات مشت استفاده میشه.
تلاش نور رحمان امیری از ولایت پکتیکا. راند دوم مسابقه است و پکتیکا در برابر کابل. بازم نور رحمان ضربات مشت استفاده میشه از طرف نور رحمان. چلو چهار ثانیه تا پایان راند دوم مسابقه زمان هست و تلاش نور رحمان امیری از ولایت پکتیکا. نور رحمان امیری از ضربات مشتی که استفاده میکنه منچون قدرتی نیست، اما حالا موقع بهتر قرار میگیره. باز هم سب میشن را بسته کرده. باز هم تلاش نور رحمان. معمولا مسابقات بگونه استاندارد برگزار میشه، در سه راند 5 دقیقه‌ای میانه اشتراک کنندگان برگزار میشه. حالا هم راند دوم مسابقه است و ثانیه های پایانی راند دوم و پایان راند دوم مسابقه. و باز هم برمیگردیم به عبدالعظیم بدخشی. بدخشی عزیز، خودتون جدا از اینکه یک مربی خیلی خوب هستی، تانسته یک ورزشکار خیلی خوب، یک مبارز خیلی خوب هم باشی، معمولا چی نکات برای پیروز شدن یک ورزشکار مخصوصا در ام‌ام‌ای مهم هست و سبمیشن خوب داشته باشه، ضربات مشت خوب داشته باشه، یا که بتونه از فیزیک خوب برخوردار باشه، کدام مورد بیشتر در مبارزات آزاد مخصوصا در ام‌ام‌ای مهم و تاثیرگذار است؟ خب یک ورزشکار باید از همه چیز برخوردار باشه، از که بوکسش، از لگد، از همه چیز، از همه چیز که مکسیمال ام‌ام‌ای مکسیمال شارارد است و نرای ترکیب و نرای رزمی است، باید از همه چیز برخوردار باشه. با خصوصا یک ورزشکار در همه چیز یک چیز حاکم می باشه سر بوکسش، اما پروانیش هم خوب می باشه، لگدش هم سر بوکس خوب کار خوبتر کار میکنه، در بوکس نکاوتش میکنه. اما فایترهایی که پیشتر ما شما دیدیم دیگه از نقطه فیزیک ضعیف بودن، از تکنیک هم ضعیف بودن، اما فایتی بسیار خوب کردن دیگه، برشون چانس خوب برشون میخوایم. تشکر میکنم از بدخشی و راند سوم مسابقه تا لحظات بعد برگزار خواهد شد. باز هم تلاش سهاق در برابر امیر خواهند دید و راند سوم مسابقه هم آغاز میشه. رقص پنجم میشه از طرف هر دو بازیکن. ضربه های کیک برآمد خیلی خوب از سوی نور رحمان امیری. لو کیک بعدی از سوی نور رحمان. های کیک برآمد انجام میشه از سوی سهاق. باز هم رفت میکنه اینجا نور رحمان. سبک کاری نور رحمان امیر همونطور که میبینید بیشتر روی رینگ یا کیچ بوده و بیشتر تمایل داره تا از حرکات کشتی گروبولنگ جیجیسو در برابر حرفش استفاده بکنه و نقطه قوت ورزشکار مبارز در حرکات کشتی و گروبولنگ جیجیسو هست و در واقع یکی دو تلاش خوب رو هم انجام داد برای سبمیشن رو که بسته بکنه و حالا هم در فولگارد خوبی قرار داده روی صابر سهاق از ولایت کابل. بازم تلاش نور رحمان امیری از ولایت پکتیکا رو میبینید. حالا تلاش صابر سهاق روی حریف قرار میگیره. صابر سهاق برعکس نور رحمان امیری سبک کارش متفاوت تر بوده و معمولا تمایل برای داره تا بتونه از ضربات ترکیب مشت، زانو و پا را در جریان مسابقهش استفاده بکنه و بیشتر تلاش را تا حریف را دعوت بکنه تا اینکه روی پا بازی دنبال شود. اما برعکس نور رحمان امیری بیشتر در صددی هست تا بتونه بازی روی رینگ پیش ببره، چون مهارت خوب در روی رینگ داره. حالا ضربات مشت استفاده میشه از طرف صابر سهاق. صابر سهاق ضربه لوکیک یا پای استفاده میشه. بازم بعد هم ضربه لوکیک بعدی، اما
ضربه مش خطرناک تلاش سحاک را میبینید چپراز ضربات مش را در برابر حرفش استفاده کرد و هرچند که ضرباتش بگونه درست در برابر حرفش استفاده نشد و نتانست که استفاده بکنه حالا هم تلاش میکنه جایی که بتانه از این موقعیت خوب استفاده بکنه به نفع خودش توقف داده میشه از طرف داور وسط از صحنه‌ای که بازی توقف داده شد دوباره آغاز خواهد شد و صابر روی پا هست و حرفش هم نور رحمان روی رینگ باز هم ضربه لوکیک روی نور رحمان از طرف صابر سهاگ استفاده میشه راند سوم مسابقه است و در مشمو باید 15 دقیقه نبرد داشته باشه هر راند 5 دقیقه است و در مشمو دو راند را پشت سر گذاشتن در حال هم تلاش میکنن در راند سوم مسابقه عمل کرده بعدی شروع استفاده بکنن باز هم نور رحمان روی حرف قرار میگه ضربه مشت از طرف نور رحمان تلاش نور رحمان امیر از ولایت پکتیکا را میبینیم در فول گارد قرار داره از این موقع میتونه ضربات خوبی مشت را در برابر حرفش استفاده بکنه اما صابر سهاک را میبینیم که حرف را قفل کرده ممانعت ایجاد میکنه و اجازه نمیده تا کسی بتونه ضربات خوبش را در برابر حرفش استفاده بکنه اما باز هم تلاش نور رحمان پاهایش را قفل میکنه ها هم تونسته سابمیشن خوب را بسته بکنه فشار وارد میکنه اینجا باز هم نور رحمان امیری از ولایت پکتیکا سابمیشن خوب را وسته کرده تلاش میکنه تا یک بتونه با هم تاسد سابمیشن در برابر حرفش به برتری برسه و با هم استقامت نشان بده اینجا از خود با هم صابر سهاک تلاش نور رحمان با هم موفق نشد چندین بار این سابمیشن یا سابمیشن ریونه که چوک را تونست در برابر حرفش بسته بکنه اما استقامت خیلی خوب را از خودش صابر سهاک است که نشان داد در واقع تونست بازی را تا راند سوم مسابقه بکشانه حالا هم تلاش نور رحمان رمی روی حریف هست و 28 ثانیه تا پایان مسابقه زمان هست و ضربات مشت استفاده میشه از طرف صابر روی حریفش ثانیه های پایانی راند سوم مسابقه است و تنها کمتر از 10 ثانیه تا پایان مسابقه از زمان هست باز هم صابر سهاک روی حریف است و پایان مسابقه خب از زان بیننده تماشا کردین که صابر سهاک در برابر نور رحمان امیری در 3 راوند 5 دقیقه‌ای در مجموع 15 دقیقه نبرد خوبی داشتن و برنده مسابقه هم نظر به تصمیم و رای 3 داور کنار مشخص هست و برنده مسابقه هم هست نور رحمان امیری از محترم پوهنیار جنرال احمد شاه سنگدل رئیس دانشگاه دنیا و همچنان محترم سید محمد علی کاظمی استاد دانشگاه دعوت می‌نمایم تا در داخل رینگ تشریف برن در قسمت تحفیز
جام هم چون حکم در نظر گرفته برای قهرمانان ما را همکاری بکنن. نور رحمان عزیز چطور بود مسابقه و فکر میکردی که بازی که خود در برابر حریف داری یا داشته باشی تا سه راند ادامه پیدا بکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم اول تشکر میکنم از استاد محمد موسی افغان که بالای ما زحمات ایجاد کرده و از دوستایم ملک نصرت شریفی، بصیر افغان، عبدالمصور مات و کسایی که تشریف آورده هستند همیشه تشکر میکنم. والا زحمات کشیده بودم، میفهمیدم که حریفم شکست میتوم و با کل اگه معلوم است که حریفم دو سه سال در ایران که یک بوکسم نیکرده تا داخل افغانستان هم دو سال میشه که رشته فری فایت پیش میبره و بازم نظر به زحمات استادم 100% مطمئن بودم که مسابقه رو میبرم. سبک کار خود زیادتر روی رینگ است یا مهارت خوب در سبمیشن داری یا که دست پای خیلی خوب؟ والا ما دست پای گریبلنگ سبمیشن کلش کار میکنم و کل رشته ما تحت نظر استاد محمد موسی افغان تمرین میکنم و زحمات کشیده بودم 100% مطمئن بودم که مسابقه را میبرم و نتیجه زحمات ما دیدم و برنده شدم. تشکر میکنم بازم استاد محمد موسی افغان که واقعا بالای ما زحمت کشیده و ما را تا اینجا رسانده. تشکر میکنم از نور رحمان عزیز و از مهمانان عزیز. خواهش میکنم که تقدیرنامه ای که در نظر گرفتم چون جامی که برای نور رحمان در نظر گرفته برایشان اهدا بکنم. همچنان جنرال صاحب سنگدیل تقدیرنامه را در نظر گرفته برای مسئولین سازمان TGFC محترم استاد عبدالعظیم بدخشی، محترم عبدالواسی شریفی رئیس سازمان TGFC و محترم استاد موسی خان زمانی. خواهش میکنم که دوستان عزیز که اسامیش گرفته در داخل رینگ برای دریافت تقدیرنامه‌ای که از طرف جنرال صاحب سنگدیل در نظر گرفته شده است تشریف بیاورند و ما هم در این فرصت کوتاه حرفای جنرال صاحب سنگدیل را می داشته باشیم. من یک چیز از بر شما یادآور میشم که جنرال صاحب سنگدیل همیشه حامی ورزشکارا بوده و برنامه خیلی خوب برای رشد و ترقی ورزشکاران مخصوصا جوانان در افغانستان داشته و فکر کنم اول تقدیرنامه‌ای که برای استاد موسی خان در نظر گرفته شده برشون اهدا میکنه و حالا برمیگردیم به جنرال صاحب سنگدیل. جنرال صاحب، برنامه‌ای که شما در قسمت رشد ورزشکارا داشتین و برنامه‌ای که برای ارتقای جوانان داشتین، میشه شماری از او برنامه‌ای که داشته یادآوری بکنم؟ چون این برنامه‌های همکاریتون در قسمت رشد جوانان تا چه حد ادامه خواهد داشت و برنامه‌ای که انشالله در آینده خواهد داشتین که همکار همیشه که جوانان بوده باشین چه برنامه‌ای خواهد انجام دادین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما اولین دور مسابقات قهرمان عزیز ما بدخشی را که امروز راه اندازی کردن و جوانان را با هم منسجم ساختن، ما برشان تبریک میگم و دوستایی که امروز در این مسابقات اشتراک کردن واقعا مسابقات بسیار خوبی را انجام دادن و ما همیشه حامی نسل جوان بودیم، حامی ورزشکارا بودیم و خودم هم عضو ارشد کرکت بورد افغانستان هستم و کوشش میکنم که جوانان ما در رشته ورزش دستاوردهای بزرگ به ملت افغانستان آورده و دستاوردهای دیگر هم بیارن، چون خود ورزش پیام آور صلح است و امروز مردم افغانستان آرزویی است که در شرایط صلح و ثبات زندگی بکنن و شما دیدن که جوانان افغانستان، مردم افغانستان یک بار دیگر به جهانیان نشان دادن که مردم افغانستان میخواهد که در صلح زندگی کنه، به خصوص در پروسه انتخابات که تمام مردم افغانستان سهم گرفتن و دین ایمانی و وجدانی خود به خاطر مادر وطن خود انجام دادن. ما از تمام ملت افغانستان تشکر می کنم که با همه چالش ها و دشواری هایی که امروز در داخل کشور بودن، مؤلفه دموکراسی را برای جهانیان نشان دادن که مردم افغانستان از جنگ خسته شده، جوانان افغانستان از جنگ خسته شده. بگذارن که جوانان افغانستان علم دانش بیاموزه، بگذارن که جوانان افغانستان بیرق افغانستان در بخش علم دانش و در بخش ورزش هایی که امروز جوانان را ما ببینیم که با چقدر چالش هایی که در داخل کشور است، امروز بیرق افغانستان را در سر تا سر جهان در ورزش بلند میکنه و ما امیدوار هستم که همیشه ما را خداوند توان بده که ما بتونیم حامی ورزشکارا باشیم و یک قدم در به خاطر ورزش و علم و دانش ما عقب نمیرم و با نسل جوان هستم و همیشه حامی پشتبانی از جوانان میکنم، بخصوص جوانان ورزشکار ما که اینا با تمام دشواری ها و مشکلات ها امروز میان یک برنامه بزرگ را انجام میدن. خداوند برشان اجر بده. امیدوار هستم که همه قسم که پیام های صلح را ورزشکارای ما از نقاط مختلف دنیا در بخش های مختلف ورزشی برای مردم افغانستان میره، خداوند ای را توان بده. روز باشه که کشور ما در
در صلح و ثبات دستاوردهای بزرگ در عرصه علمی و در عرصه ورزشی داشته باشند. تشکر میکنم از جنرال صاحب سنگدیل. بیاین که در رابطه با فعالیت‌های ورزشی کاظمی صاحب بیشتر بدانیم. کاظمی صاحب خودتون حالا خواهمند کدام رشته ورزشی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما دستندرکاران تلویزیون وزین و ورزشی است که همیشه در رابطه با جوانان فعالیت کردن و روحیه میتن به جوانان و اینا کارهای بسیار ارزشمندی است. با شما هم خسته نباشید میگم، هم دست مریضات میگم. من خیلی صادقانه بگویم، حالا سن و سالی از ما گذشته، ولی واقعا زمانی که شور و شوق وجود داشت ورزش میکردیم. من برای من فرق نمیکنه.